بازی ارتش سری بازی استدلالی نقش مخفیه که با 10 بازیکن شروع میشه. از این 10 تا 3 تاشون جزء گشتاپای بازین یا همون ساید منفی، یعنی کسلر، راینهارت و گشتاپو. 5 نفرشون هم پارتیزانن و جزء ساید مثبت بازی، یعنی کرتیس، دوتا مامور نجات، دکتر پاسکال و خلبان. دوتا بازیکنی که میمونن مشتریای بازین که تو شروع بازی سایدی ندارن و بی‌طرفن. تو این بازی 7 تا اسلحه داریم که 3 تاش دست گشتاپای بازی، 3 تاش هم دست پارتیزانا. یه دونه اسلحه ای هم که میمونه دست صاحب کافه یا همون گرداننده است. حالا ببینیم هر نقشی چه قابلیتی داره. بیایم سراغ گشتاپا. اول از همه رئیس گشتاپا کسلر. کسلر نقش خیلی جذابیه چون میتونه تو گفتگوهای خصوصی دروغ بگه و یه جلیقه نجات هم داره. کسلر یاراشو نمیبینه ولی یاراش یعنی راینهارت و گشتاپا اونو میبینن. راینهارت بازی اون تو وضعیت اضطراری چشماشو باز میکنه و اگه بتونه نقش یکی از بازیکن‌ها رو به گرداننده اعلام کنه اون بازیکن از بازی خارج میشه. و گشتاپای ساده بازی که قابلیت خاصی نداره ولی مثل بقیه گشتاپاها مسلحه. تو پارتیزانا فرماندهشون کرتیسه. کرتیس نقش کلیدیه به خاطر اینکه 3 تا از نقشای اصلی بازی رو با هم میبینه، یعنی دکتر، خلبان و کسلر، ولی خب از هویت هیچ کدومشون با خبر نیست و در طول بازی باید تشخیص بده که هر نقش برای کدوم بازیکن. دو مامور نجات قابلیت خاصی ندارن ولی اسلحه دارن. دکتر پاسکال میتونه تو کل بازی 2 نفر از شلیک نجات بده. و خلبان بازی که تقریبا بازی حول محور اون میچرخه چون همه اونو زنده میخوان، باید مواظب باشه هویتش فاش نشه. خلبان هم مثل کسلر جلیقه نجات داره و تو گفتگوهای خصوصی میتونه دروغ بگه. در ضمن خلبان اسلحه نداره ولی میتونه فقط از ساید مثبت بازی اسلحه بگیره. تو ارتش سری 2 تا وضعیت اصلی داریم، وضعیت عادی، وضعیت اضطراری. وضعیت عادی بازی هر کسی تو نوبتش صحبت میکنه و اگه دلش خواست یکی از این دوتا کار رو انجام میده. از توکن گفتگوی 0906 استفاده میکنه و یکی رو به گفتگو دعوت میکنه. تو گفتگوی خصوصی کسی که دعوت میشه باید صادقانه سایدشو بگه، البته به غیر از کسلر و خلبان. اتفاق مهم دیگه که تو گفتگوی خصوصی رقم میخوره اینه که شما میتونین اسلحه رد و بدل کنین، همون اسلحه‌ای که دست گرداننده است. یعنی اگه مشتریای بازی با یکی از نقشه اسلحه دار گفتگو برن، نقشه اسلحه دار میتونن اسلحه گرداننده رو به اون مشتری بدن و اونو به ساید خودشون دعوت کنن، چه گشتاپو چه پارتیزان. دومین کاری که میتونید تو نوبتتون انجام بدین شلیک کردنه، البته اگه اسلحه داشته باشین. تو روز روشن جلوی چشم همه به یک نفر شلیک میکنید. به محض اینکه تیر زده بشه وارد وضعیت اضطراری میشیم و همه چشماشون رو میبندن. دکتر بازی تصمیم میگیره اون شخصی که بهش شلیک شده تو بازی بمونه یا از بازی خارج شه. فارغ از تصمیم دکتر، اون شخص فرصت داره دکتر رو درست حدس بزنه. اگه این کارو بکنه تو بازی میمونه و از تعداد سیوای دکتر کم میشه. وضعیت اضطراری. اگه توی دور بازی هیچ کس شلیکی انجام نده، در انتهای دور به وضعیت اضطراری میریم. تو این وضعیت رای گیری با چشمای بسته انجام میشه. اگر بازیکنی نصف یا بیشتر رای بیاره از بازی خارج میشه. هر دو نفری هم که از بازی خارج میشن، گرداننده موظفه بدون هیچ ترتیبی ساید اونا رو اعلام کنه. هدف کلی بازیکن‌ها تو ارتش سری اینه که ساید مخالفشون رو از بین ببرن و خلبان رو زنده از کافه خارج کنن. پارتیزان‌ها میخوان خلبان رو نجات بدن، گشتاپو‌ها هم میخوان خلبان رو دستگیر کنن. در این حال باید تلاش کنن مشتری‌ها رو به ساید خودشون دعوت کنن و تعدادشون رو بیشتر کنن. بازی تو 2 حالت تموم میشه. 1 خلبان کشته بشه که در این صورت سایدی که خلبان رو کشته بازنده بازیه. فراموش نکنید که خلبان یه جلیقه نجات داره. 2 تمام تیرای بازی زده بشه و رای گیری انجام بشه. میرسیم به سرشماری. تعداد هر سایدی بیشتر باشه برنده بازیه. اگر هم مساوی شدن گشتاپا بازی بردن. بازی ارتش سری یک بازی استدلالی استنتاجی گروهی است. این بازی جذاب فکری کاملا ایرانی است. اما مثل اغلب بازی های نقش مخفی یک داستان فرضی دارد. داستان و جهان فرضی بازی ارتش سری برگرفته از سریالی پرطرفدار به همین نام است که مربوط به وقایع جنگ جهانی دوم می شود. نبردی بین پارتیزان ها و ارتش آلمان نازی برای نجات خلبان ها. همه نقش ها در این بازی تصادفی تقسیم می شود. هر نوع تشابه نام و تصویر اتفاقی است. Thank you.
وقت میبینمش یاد این حرکتی میفتم. سلطان نوشتن اون دوتا آره. جفتشون هم دست تلوی بغل هم جفتشون هم گشتاپو با هم دیگه هم هی می نوشتن. من این نگاه میکنم همجوری تون می نوشتن. چی می نوشتن؟ الان میارم خدمت. سپاسگزارم. دست شما در نکنه آقای نبویان. مرسی آقا شرمنده. سلام میکنم آقا خدمت حضرت عالی. شما چه دوباره؟ قربون شما برم من. کافه کاندید بلژیک 1945. خانوما من یه دونشونو میزنم. هم شروع شد یه دونه رو میزنم. شما الان بگید کدومشونو بزنم. منم بازی قشنگ میشه دیگه. نه. من شروع بشه سروشو میزنم. خیلی حس خوبه. چی شده؟ اسم من آوردی؟ بله. من نه. کی آورد؟ من. چرا؟ چرا؟ بازی شروع بشه تو رو میزنم. سلام. سلام. سلام علیکم و رحمت الله. و سلام به همه. اینجا کافه کاندید بلژیک 1945. رفقای من انواع و اقسام، سرهنگ کستر، ستوان کرتیس و سرگرد راینهارت. بله. ولی خیلی خوش اومدید. من با... میدم دورگه اما بله آلمانی دورگه تا حالا نایده بودیم. مشتریایی که با تو این رستوران داریم، همه و همه و همه کسانی که اسم بردن و همه کسانی که اینجا حضور دارن، شخصیت‌های سریال معروف و پرطرفدار ارتش سریان و ما امشب اینجا می‌خوایم یه بازی جذاب با هم داشته باشیم. مامازل؟ وی؟ تغملپو این شب میشه؟ چه بازی بشه امشب؟ چه بازی بشه امشب؟ گروه دوم، رقابت دوم. رفقای خوبم سلام. سلام. حال و احوال چطوره؟ هفته‌ای که گذشت چطور بود؟ خوب بود. برای شما خوب بود، برای ما خیلی خوب نبود. چرا برای شما خوب نبود؟ بد بازی کردیم. شما گشتاپوی بودید که تا آخر تو بازی مونده بودید. اگر زمانی که تو بازی بودید و سر صحبت بودین، اگه خلبان شات کرده بودین، سایدتون برده بود. منتها مشکلی بود که نتونستین خلبان رو پیدا کنید. دقیقاً. چرا نتونستین خلبان رو پیدا کنید؟ چون خلبان خودشو شو نکرد و خوب بازی کرد. حتی تو گفتگوهای خصوصی هم طوری بازی کرد که کسی نتونه شک کنه بهش. و فکر میکنم کوروش سلیمانی هفته بعدی رو نگذرونده باشه. آره، برای همین گفتم خوب بود. امیدوارم امشب هم خوب باشه. کسی فرمایشی نداره؟ موافق هستید که بازی رو هر چه زودتر شروع کنیم؟ بله بله. سر صحبت میشی؟ همین جوری باشه. موافقی؟ ولی از اون ور بچرخ. اتفاقا حالا که نه دیگه، نه دوست ندارم. آقا همینی که گفتم، لطفا تشویق کنید. میخوای با انرژی گردن کلوپ میخوایم بازی کنیم. بسیار عالی. آقا آماده؟ بریم. فرمودین از اون بر برم؟ اگر محبت کنین. محبت نمیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. امیدوارم جبران کنم برات. قربونت دارم. پسر عموی هیتلر هم هست. جاکریم. همه حاضرید؟ بله. آماده میشیم برای وضعیت اضطراری. کوروش سلیمانی عزیز، فقط من و شما میشه نقشتون رو ببینیم.
اعلام وضعیت عادی. سر صحبت کوروش سلیمانی خواهد بود. اینترن چالش نداره دوستان، بفهم. سلام خدمت همه دوستان، کوروش سلیمانی هستم و خیلی خوشحالم باز با شما بازی میکنم. هیچ داده ای ندارم که بخوام بر اساس اون تارگت بزنم، اما به جهت اینکه لازم هست و فکر میکنم برای شروع بد نباشه که به لحاظ احساسی حتی اگر شده تارگت بزنم و اون مشخصاتی که سری پیش گفتم، آقای عزیزی عزیز به نظرم فعلا در همین حد، سمت خانوم ها نه، ولی آقای زندگانی هم به نظرم میتونه. متشکرم آقای جمشیدی عزیز، بفهم. ببخشید خواهش این آخه از داره کمرش هیتلر هستن ایشون شله نه قربان شما باری که اون نمیست کمر من باری که الان به خاطر این مجبور شم شیکمر رو بدم بیرون یه ذره. آره خب سلام به همه، سروش بازیم، خوشحالم که یه شب دیگه دارم باهاتون بازی میکنم. صدات هم تغییر کرده. آره سروش هم خفزه صداش تغییر میکنه. من صدام باز میشه وقتی گروه نجاتا. میخوام که همین جوری فعلا برای این که بازی را بیفته یه تارگتی بذارم. عباس جمشیدی یه مقدار اون سری با سیویلات بازی نمی کردی، الان نشستی فقط داری با سیویلات بازی میکن، یه ذره مشکوکم روش. و یکی هم از این ور خانم مهرابی. آره متشکرم خانم مهرابی. سلام به همه، من آشا مهرابی هستم، خوشحالم که دارم باتون بازی میکنم. دلم میخواد که یه تشکرم بکنم از این خانم عزیزی که اینجا شما با اینقدر میزبان خوبی هستن. سیلو پلیر مانوزل. وی. مرسی بو. I just want to thank you for being such a great host. مرسی مادمازل. وی. دانکی شون. خب دیگه همش دعوامون میکنه دیگه نه؟ سلام. مهی دهقانی هستم. خیلی خوشحالم، فکر میکنم کوچیک جمعتون باشم. کوچیک همتون هم هستم. از همینجا میخوام آقای سلیمانی، ما سه تا خانومیم. ترسیدید شب چش باز چه از بین ما خانوم‌ها یک شب چشامون باز بشه؟ شما تارگت من هستین. خانوم آشا مهرابی عزیز، خیلی قشنگ تشکر کردید از گارسون، ولی بنابر این نیستش که تارگت نزنین، این منو به شک میندازه. از اون جنبه این آقایون فعلا چیزی رو ندارم بگم، ولی حسی همینطوری آقای زندگانی همینطوری، حالا 100% ندارم. سلام، شبنم قلی‌خانی هستم، خوشحالم که یه شب دیگه با هم بازی میکنیم. من هم یه مقداری نمیدونم چرا خانم مهرابی به شما مشکوک شدم، چون تشکر کردین ولی هیچ تارگتی نداشتین، حداقل میتونستین یه تارگت حسی بزنین. و یه مقدارم به آقای لقمانیان مشکوکم. متشکرم. سلام علیکم. خداداد عزیزی هستم، خوشحالم که لباسی که تنمه نگاه نکنید، چون اصلا گشتاپوی دورگه وجود نداره، این لباس الکی تن منه و من سفید سفیدم، مجبورم تارگت بک کنم. شما بلند شدی روبروی من نشستید، تفنگو میگیری سمت من، میگی که من به من شک داری، بذار بگذره یکی دو نفر بگذره یا لااقل یه دو سه نفر گذشت بعد یه حرکتی بزن. من به شما کاملا مشکوکم و برگشت میدم تارگت رو به خودت. متشکرم آقای لقمانیان. سلام، محمد لقمانیان هستم، خیلی خوشحالم که تو این کافه در خدمت شما هستم و به قول بچه ها که اسم خودشونو میگن چیچی بازی، من هم لقمه بازی هستم، میشه لقمه حلال بازی. میخواستم سه تا خانوم رو تارگت بزنم، اما یه چلنجی بین خانومای بزرگوار پیش اومد که از الان میگم که حتما و قطعا دو تاتون گشتاپو هستید. شاید خانم مهیا دهقانی عزیز، نه که به من بگی که چون تارگتت بودم تارگت بک بزنم،
ایرادی که گرفتین از این که چرا از ما ترسیدی، میتونستی یه کدوممون رو تارگت بزنی و اینا، به نظرم یه خورده توضیح مشکوکی بود. دوستانو که هنوز باشون کامل آشنا نشدیم علاوه سخنرانی و صحبت کردن، خیلی ممنون. متشکرم. سلام، خسته نباشید. طبق روال من نمیتونم اول بازی به کسی تارگت بذارم، دوست ندارم. من مثل تو نیستم، من مثل تو دوست ندارم بازی کنم. یه کاری نکن با این عکس العمل های الکی همین الان به تارگت بذارم، دوست ندارم، بدم میاد اول دست به کسی تارگت بزنم. ولی خب میذارم ذره به چرخه تا ببینیم چی میشه. متشکرم. آقای سبایی. مهدی سبایی هستم، خوشحالم که دوباره با تو بازی میکنم، یه شب دیگه در خدمتتون هستم. من میخوام عدم همه رو تارگت بزنم به جز خودم، همه بر من امشب گشتاپوان به جز خودم. تا اینجا دیگه چه؟ تا اینجا دیگه. آره دیگه تا اینجا به من نمیرسه. نه دیگه بهتون. متشکرم آقای زندگانی. خب البته آقای عزیزی، من امین زندگانی هستم، خوشحالم بازم باتون بازی میکنم. متفقین از کشورهای مختلفی بودن، در نش بعضی وقتا لژیونر داشتن. عرضم به حضورتون این که چرا خانم دهقانی، شما خودتون جزء کسایی هستین که میگین کسی که به نفر بعد از خودش تو ترن معارف تارگت بزنه مشکوک میشه تو بازی، تو تمریناتتون همیشه میگفتین و جزء این قبل. به هر حال من باز هم میپذیرم، نمیدونم چه قسمتی همیشه ترن معارف من نفر آخر میفتم. میپذیرم. یکی از دلایلی که شاید نگران بودن دوستان به شما تارگت نزنن که خیلی تو همین نگران کننده است. من نمیدونم چجوری ماسکاتون رو ور میدارین، رای میدین، دستاتون نمیخوره به هم، یه خورده ممکنه اتحاد بعدی به اینتون پیش بیاد. ممنون. خیلی متشکرم. من فقط خارج از روال بازی این توضیح رو بدم که آقای زندگانی، آقای عزیزی اگر جز جبهه متفقین باشن پس سفید این بازی هم. بله بله، چون بله. متفقین در این بازی مأموره نجات هستن. این لباس لباس سفید دیگه، سفید درسته؟ اعلام وضعیت اضطراری. من جوابم رو گرفت. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. این نقشایی که میخونم بدون اینکه ماسکاشون رو بردارن فقط لایکاشون رو بالا بیارن. دکتر پاسکال لایکش رو بیاره بالا. خلبان بازی لایکش رو بیاره بالا. کسلر بازی لایکش رو بیاره بالا. کرتیس بازی ماسکشو برداره. کرتیس چشماشو ببنده. خلبان لایکشو بندازه. دکتر لایکشو بندازه. دو گشتاپوی بازی، یک گشتاپوی ساده و یک راینهارت در واقع، ماسکاشون رو بردارن. لطفاً چشما رو ببندید. کسلر لایکش رو بندازه. دو مأمور نجات لایک بدن. دو مشتری بازی لایک بدن. آماده میشیم که برگردیم به وضعیت عادی. حالا اوضاع کمی فرق کرده، اطلاعاتی از وضعیت اضطراری به بعضی از بازیکنان رسیده، به بعضی هم که نرسیده. سر صحبت آقای سلیمانی بودن. مجددا سر صحبت
کوروش سلیمانی عزیز، با این تفاوت که لطفاً چالش رو تعارف کنید. اگر تمایل داشتید میتونید بعد از حرف زدنتون یا پلاک 0900 رو برای گفتگو خصوصی خرج کنید یا شلیک کنید. بفرمایید. خیلی خوب، قطعاً سری اول یه مقدار صحبت‌ها خیلی دقیق نیست، ولی برای من صحبت خانم دهخانی عجیب بود از یه جهت‌هایی که چرا به خانم‌ها تارگت نزدی. به نظرم هیچ دلیل خاصی واقعا نداره جز اینکه اون سری ما بر اساس یه سری شواهد عادی و معمولی ظاهری خواستیم قضاوت بکنیم. هنوز هم من در همچون شرایطی هستم دوستان، یعنی واقعا خیلی نمیتونم الان تشخیص بدم کی چه کاره هست، اما برای من جالب بود که در واقع خانم، فکر میکنم خانم مهرابی بود اگر اشتباه نکنم، بیشترین چیزها رو داشت و نوع تارگت زدن مهدی سبایی خیلی عجیب بود. یعنی باز هم نظرها رو به سمت خودت جلب کردی و این از شما بعید است. متشکرم. خب دوستان کسی چالش میخواد؟ هیچ کی چالش نمیخواد. واقعا تو حرف میزنی یه جور دیگه، پم تو بازی یه جور دیگه حرف میزنی واقعا. والا نگرانم. خب خدمتتون عرض کنم که والا این سر دست که اینجوری شروع میشه یه ذره سخته بعدش، چون هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده. همینجوری اون سری هم من ترجیح میدم که از گفتگوم استفاده کنم و برم با یه نفر گفتگو کنم. بفرمایید. تایید میشه با اول کی؟ کار آقای سبایی. وای تایید میشه. بفرمایید. اولین گفتگو در اتاق 0900، اتاق گفتگو ام و خصوصی. تاکید میکنم که اگر آقای سبایی، خلبان یا کسلر باشن، حق دارن در این گفتگو دروغ بگن و من دروغشون رو تایید خواهم کرد. بفرمایید. چی؟ سلام داری یه دو تو سایتی تو بزن سایتی که هست بگو برم سایتی تو سایتی بگم بگم اصلاحات هم میگیرم من بگم تو بزن برقی نمیم کن سفید بود سوی سی برقی آزم لباس تن آقای عزیزی مال ارتش انگلیسی یا آلمان؟ ایشون؟ نمیدونم، آبی نیرو هوایی خودمونه. سیاه دهید چی نقشم رو میگو؟ من اصلا میگیرم میخوا بگیرم بگو خیلی پس چرا بگیرم اصلا تایید میشه بفرم اصلا من میگردم برای مادام. وی مادام. وی سلام. یه چایی و کیک به من میدی؟ قندم افتاده. جو کم خوام پام شیه بسیم قدیم نریز رو من حواظت باشه دیگه رو من نریز نه بیا پام سد باشه داد که تمام نبود اینجا با میگه ممکنه همیشه میگو هم من اوکی سن چنان ای خانوش این حریزتی که هم نریزی خیلی خوب همه که میکنه که کسر من هم دوباره کلام آخم دوست داری من نگر بفرم کلام آخم پایان گفتگو از هر دو تا رفیق عزیزم، هم سروش جمشیدی هم مهدی سبایی، خواهش میکنم قانون گفتگوی 0900 رو رعایت کنن و هیچ دیتایی از اتاق خصوصی به بازی نیارن. مثل دست قبلی اگر اعتماد میکنید به من بذارید من یه نفر ببرم اونجا. اگر اعتماد میکنید، یعنی شما سه نفر بگذرونید، بذارید من یه نفر ببرم، یه دو سه تا سوال کنم، یه نتیجه گیری از توش بکنم. یعنی نبرید دو تا رو تموم کنید چون یکیش رفته. خب اولا که من کلن دست اول هیچ وقت تارگت نمیزنم. دفعه پیشم شما با من بازی کردید، من تارگت نمیزنم هیچ وقت دست اول. با اینکه دفعه پیش به خودم گفتم اشتباه کردم که در واقع گذاشتیم همگی که شما یه نفر رو ببرین گفتگو، باش شما ببرین گفتگو یه نفر رو. من به نظرم این که سروش، آقای جمشیدی، آقای سبایی رو بردن و خیلی هم طولانی،
یه مقدار الان برام ضمن این که احساسم به شما اینه که این بار کاملا به اصطلاح پارتیزان هستیم، فقط الان یه مقدار تارگتم روی آقای زندگانیه، ولی باز اصلا 100% نیست. متشکرم. من میخواستم از گفتگوم استفاده کنم، ولی میذارم که شما از گفتگوتون استفاده کنید. در هر یه سایدی از شما در میاد دیگه، منتظر میمونم که ساید شما در بیاد. مرسی. متشکرم. چالش کسی میخواد بفرمایید. عذرخواهی میکنم آقای عزیزی، دفعه پیش هم شما یک نفر رو به گفتگو بردین و بنده هم تو گفتگو با شما دچار اشتباه شدم. اجازه بدین اگر لطف میکنید جوان مردی کنید، بذارید این دست من یه نفر رو ببرم گفتگو، بذارید من یکم متوجه بشم، یه ذره از بازی سر در بیارم. ها با هم بریم، اصلا من بهت میگم با هم بریم. خوبه؟ باش. متشکرم. خانم قلی‌خانی. خب من احساس میکنم که آقای عزیزی یک نقش مهم میداره و منتظرم که متوجه بشم که چه اتفاقی داره میفته. اما آقای سبایی عزیز، با اون صحبت و اون جمله‌ای که در ابتدا گفتیم خیلی بهتون مشکوکم. یکی از در واقع گزینه‌های گشتاپو من شما هستین فعلا تا ببینیم که چه پیش میاد. متشکرم. چالش. من اجازه نمیدم شما منو ببری چون دروغ میگی. بابا سمتت جایگاه دیگه، جایگاه یکی میتونی دروغ بگی، دروغگویی. تو بزرگترین جایگاه رو تو دل من آقای چون بامزه بود سکوت انضباطی نمیدم، ولی خواهش کنم از بر رعایت بفرمایید. من با دروغگوها اونجا نمیرم. من خانم مهرابی رو دعوت میکنم به تایید میشه. بفرمایید. تاکید میکنم که خانم مهرابی اگر کسلر یا خلبان باشن حق دارن که در این گفتگو دروغ بگن. بفرمایید. صحبتای من خانم مهرابی خیلی چیزا در میاد. سلام علیکم و رحمت الله. البته اون زمان سلام علیکم و رحمت الله نبوده. عرض کردم خانم مهرابی اگر که کستر یا گشتاپو باشن حق کستر یا خلبان باشن حق دارن دروغ بگن و من دروغشون رو تایید میکنم. بفرمایید. دروغ خوبه. سایده تو بگو. من سایدم که سفیده. چی هستم؟ تایید میشه. چرا نمیتونی بگی؟ تایید میشه؟ که ایشون سایدشون سفید میده. خب اتونه دروغ بگه که یه چایی تی سه؟ وان تی وی وی آی وانت دکار وی آی وانت تی وی جو وی لو پرپره وی جانتان جو سه جو کمخان وی آی وانت کیک چایی پسیان کیک دیگه در هر زمان در هر زبانی کیکه کیک جو کمخان پا اسلایس قندم افتاده دکار انسولینا چرا اعصاب نداره این؟ اگه پارتیزانی یا دکتری یا خاله ما چرا شما؟ من که دلیل نداره جواب بدم. نه میکنم. شما باید به من میری؟ من گفتم من پارتیزانیم ولی نمیتونم. اسلحه داری؟ نمیتونم بگم. I have gunned. آی هف قند، آی هف انسولین بالا تپش. میکنم خام پا میشه، میکنم خونه، میکنم خانده. باید برم تا خونه؟ میکنم خونه، خانده. What is the meaning of کام خونه in the English؟ میکنم خونه. مشکوم که نظر من اونجوریه. من نمیتونم، یعنی نباید این کار بکنم. من یه سمتی دارم که خیلی چیزو مشخص میشه اگر بدونم شما چه کاری، چون من میبینم یه تعدادی این عدم اعتماده تو بازی قبلی هم بوده. میدونم ولی نمیتونم به خاطر اینکه ولی سخت میکنی، یعنی کار پیدا اگر واقعا سفیدی کار پیدا کردن سفیدا رو سخت میکنی. من الان شما میتونی هر چیزی به من بگی، من کجا دیدم بگیم هرست با نوع بازی من که کنم آشنا شدی. من توی هیچ وقت قابل تشخیص نیستی. من قابل تشخیص نیستم؟ من تو بازی قبلی هم اعتماد نکردی. کلام آخر اعتماد نکردی. من ببین من یه اعتماد نمی کنم مگه خلافش ثابت شد. ما چه میکرم؟ بفن
سرکار خانم مهرابی، جناب خداداد عزیزی، لطفاً قوانین اتاق 0900 رو رعایت کنید و هیچ دیتایی از این اتاق تا پایان ترم تو این بازی نیارید. دو تا گفتگوی این دور خرج شد، بنابراین کسی اقدام به خرج کردن پلاک 0900 اش نکنه از یک طرف. از طرف دیگر تا این لحظه در این ترم هیچ شلیکی صورت نگرفته. بفرمایید آقای لقمانی. من فقط یه چیز میتونم بگم، این که دوباره خانم مهیا دهخانی، ببخشید اینقدر روتون گیرم، هیچ حرفی نسبت به خانم شبنم قلی‌خانی. ایشون گفتن که من بذارید من یکی رو میخوام ببرم به گفتگو. شما از خدا خواسته بلند شدی گفتیم باشه من میذارم شما یکی رو بری به گفتگو، بعد نشستی. ولی خانم قلی‌خانی بلند شدن گفتن باشه من همین فرصت به شما، ولی هنوز تارگتم اینه وایستادن رو حرفشون. شما احساس میکنم که یه خورده عجول بودین و یه خورده با خودتون گفتین چقدر خوب که نمیتونم حرف بزنم و بهترین حرفم این بود که ایشونو کاور کنم. همین. بفرمایید آقای جمشیدی. سلام علیکم. سلام دوباره آقای عزیزی. اوکی من آدم دروغگویم، شما به من دفعه دسته مثلا دسته پیش کاری ندارم، به من اشتباه فکت دارین اب نداره، منم اشتباه کردم، اما الان شما صد سیاه منی. شما اومدین یک بازی تکراری رو انجام دادین نسبت به بازی قبل. ایشون هم یک بازی تکراری انجام داد، ولی ایشون به نظر من ایشون به نظر من سفیدن اومدن، یعنی یه سفیده به درد نخورن اومدن یه کاری بکنن یه ذره به درد بخور شاید بشن، اما شما یک سیاه به درد بخورین برای گروه خودتون. مراقب خودتون باشین، یه کوچولو بچرخه من متوجه میشم تمام آدم‌ها رو ترغیب میکنم به شما رأی بدن، بنزنتون بیرون با رأی هم بنزنتون بیرون، چون به نظر من یه ذره قوین با یه تیر خلاص نمیشی. متشکرم آقای سبایی. نمیدونم چرا آقای عزیز دوباره همین کاری کرد. دقیقا دوباره گفت بذاریم من ببرم، بعد خانم مهرابی رو برد. دقیقاً این هفته قبل یه هفته گذشته یاد نرفته بود؟ خب یکی دیگر رو میبردی از خانمون، یکی دیگر رو میبردی واسه همین من هم نسبت به شما یکم مشکوکم. دو اینکه به آقای سلیمانی عزیز، چون که خیلی دقیقی به همه چیون مینویسی، بعد من یه موقع سوال داشته باشم اگه ازده میدادن از تو میپرستم، از ایشون نمیپرستم. من به شما مشکوکم به خاطری که عدستت هم خیلی هم ناراحت هم از بازی قبل. متشکرم جناب زندگانی. این آخر صحبت بفرم چلنجرشون خانم دهقانی. آقای لقمانیان از من دنده عقب بگیر، اگر پارتی زنی، اگر نیستی میزنمت دفعه بعد. خیلی تاثیرگذار بود، من خیلی حرف نمیزنم. البته این رو میخوام عرض بکنم که از یه بابت شما اگر سفید هستین لطفاً اکتیوتر باشین، به این دلیل که وقتی اجازه دادید آقای عزیزی برن گفتگوی خصوصی انگار شما از نقش خودتون خیالتون راحته، یعنی میتونین راینهارتی بشین به نظر من. آقای جمشیدی فر، شما از یه گفتگو به این نتیجه رسیدید ایشون صد سیاهه، ایشون هم صد سیاهه. اگر داری میزنی زیر یه نقشی به ضرر پارتیزان هاست، نکن این کار رو، به ضرر پارتیزان هاست. آدرس یا گرای اشتباه به همون نده لطفاً، چون الان من نگاهم میره به این سمت که انگار شما اون آدمه هسته که آگاهیت بالاست. سپاسگزارم. متشکرم. میدونید که در این دور شلیکی اتفاق نیفتاد، بنابراین میریم به وضعیت اضطراری. لطفاً راینهارت بازی بیاد بالا. راینهارت آیا میخواد در این وضعیت اضطراری از قابلیتش استفاده کنه یا خیر؟ من اجازه نمیدم شما منو ببرید چون دروغ میگی. Thank you.
رأی‌گیری میکنم از سر صحبت. کوروش سلیمانی تعداد آرا رو میشمارم. سروش جمشیدی تعداد آرا. آشا مهرابی تعداد آرا. محیا دهقانی تعداد آرا. شبنم قلی‌خانی تعداد آرا. خداداد عزیزی محمد لقمانیان عباس جمشیدی فر مهدی سبایی و امین زندگانی اعلام وضعیت عادی. عرض بکنم خدمتون که اهالی کافه تصمیم گرفتن که کسی در وضعیت اضطراری از بازی خارج نشود، اما باید خداحافظی کنیم با کسی که راینهارت بازی به درستی نقشش رو دقیق شناسایی کرد. بازیشو خیلی دوست دارم، همه بازیاشو، همین بازیای استدلالیشو، هم فوتبالشو. تشویق بفرمایید خداداد عزیزی عزیز رو. راین هارتی شدی. چه راینهارت خفنی؟ آقای سلیمانی سر صحبت بودن، یک دو سه خانم دهقانی سر صحبت، انتهای صحبت سرکار خانم مهرابی. دور دومه، یعنی گفتگوها ریست شده، صفر شده، دو تا میتونیم در این دور داشته باشیم و شلیک هم همینطور. بفرمایید. اتفاقی که تو راینهارت افتاد یه ذره عجیب غریب بود. قبلش میخواستم آقای سلیمانی رو ببرم، ولی الان آقای زندگانی رو میبرم. تایید میشه پلاک 0900تون خانم دهقانی، گفتگوی خصوصی بین خانم دهقانی و آقای زندگانی. پت اتنسیون تو انتاندی میشی؟ اگر آقای زندگانی بذارید من اینجا وایسم، چون به نظرم این موقعیته حساسیه. آقای زندگانی از جانب شما دعوت شدن، ایشون اگر که استریا خلاف هم باشن حق دارن رو بگن و من تایید میکنم. تایید میشه. به همین راحتی. لطفا خواهش بکنم قوانین اتاق 0900 رعایت بفرمایید. هیچ اطلاعاتی از داخل اتاق به بیرون درز نکنم. کسی چالش میخوام بفرمایید. من الان میتونم راجع به اتاقم صحبت کنم دیگه، چون دست قبل دور گذشته. بله. من واقعا دوست ندارم که به خاطر که بنز کافی شایعات و اینا ما داشتیم در مورد، ولی مگه ممکنه راینهارت بتونه در واقع یک نقشی رو حدس بزنه؟ به خاطر اینکه من تقریبا متوجه شدم توی اون گفتگوی خصوصی و آقای عزیزی کاملا نجات بودن و یک نجات خیلی مهم بودن، مگر ممکنه جز اینکه دیده باشه؟ یعنی از نظر من جز با دیدن این قضیه امکان نداره. من فقط میخواستم، چون هیچ منطقی نداشت که بتونه در واقع، اگر کسی قرار بود مثلا فرض بکنید من چون باهاشون صحبت کرده بودم، ولی الان من قاطعانه به شما میگم که آقای عزیزی 100% پارتیزان بودن و پارتیزان خیلی مهمی هم بودن.
منم نظر آشای عزیز رو داشتم، البته که بگذاریم. خب یه مقداری برای خود منم حتی قبل اینکه شما رو ببرن تو گفتگو از اون شاید اعتماد به نفس صحبت اولیه‌شون من فهمیدم یه نقش خیلی مهم دارن آقای خداداد عزیزی و مطمئن بودم تو ساید نجات هم هست اون نقش مهم. حالا به هر حال اتفاقی که افتاد به نظرم خیلی شاید نادر بود تو بازیایی که تا الان کرده بودیم. دلم میخواد خانم مهرابی رو به گفتگو دعوت کنم. تایید میشه گفتگوی دوم این دور. ای بابا، برای این گفتگوهای این دور انجام شدن. تأکید میکنم خانم مهرابی اگر کسلر یا خلبان باشن حق دارن در این گفتگو دروغ بگن. بفرمایید. شما نشاط منظره هستن تأکید میشه شما مدعی هستن که مشتری آزیه آقا تو منو الان آوردی تو ما تو میتونه من دروغ بدی من از کجا بدونم که تو مثلا فرض بکن کسلر نیستی نه باشه شاید میخوای الان بخوانی من کیم میخوایی در واقع تو همه من آوردی میخوایم تو گروه نجاتی تو گروه نجاتی من در واقع فرق نمی کنم اگه تو گروه من اشتاپا هم نشه من سوال بشم تو من بله بشکرم تایید میشه بشم تو بلکه معامله از لحظت راستشو بگیز مادام؟ مادام؟ وی؟ دکر؟ وی؟ سلام؟ خانم قلی خانی، خانم مهرابی، لطفاً در این دور قوانین اتاق 090 رو رعایت کنید. دو گفتگو انجام شده اما هیچ چلیکی در این دور انجام نشده. چلنجر آقای لقمانیان، جناب زندگانی بفرمایید. خانم مهرابی، بر اساس چه فکتی میگین راینهارت خیلی خوب؟ چرا روحیه میدین به گشتاپو؟ تو دور اول خیلی ساده است، یه مشتری ساده رو شاید برده. چرا نقش رو مهم جلوه میشه؟ کیو دارین کاور میکنین؟ چیو دارین کاور میکنین؟ چرا میگین شاید اصلا مشتری ساده بود اومده از شما اسلحه بگیره؟ شاید شما میتونستی اسلحه بدی از یه ساید دیگه. چرا داری همه چیز رو به نفع خودتون میچرخونین، تغییر میدین؟ عجیبه، از شما عجیبه. متشکرم آقای لقمانیان. متاسفم که دارم این تحلیل رو میکنم، دوست ندارم این تحلیل باشه. تحلیل من اینه که راینهارتی کسی، ایشون با خانم مهرابی رفته بیرون، ممکنه ایشون راینهارت باشن و راینهارتیشون کرده باشن، یعنی یه دلیل این اتفاق. حالا میگم نمیخوام این رو فکر کنم، ولی از یه طرف هم گفتین آقای خدادادی خیلی مهم بودن، پس میتونه ساید سفیدی داشته باشین که بهتون اعتماد کرده، همه چیزو بهتون گفته یا با هم دیگه مشورتی کردین. سروش گفتگوی اول مهدی رو برد بیرون، متاسفم هفته قبل هم این اتفاق افتاد، میتونه یه اتفاقای دیگه بینشون افتاده باشه. اگر به من رسید من سروش میبرم به گفتگو ببینم که، چون اگر گشتاپو باشه به کسلرش آمار داده، من پس ایشونو نمیبرم که بهم دروغ بگه، اوشون رو میبرم. اگر نه رسید بهتون سروش رو ببرید گفتگو ببینید، و وای به حال ما اگر گشتاپومون کوروش سلیمانی باشه که انقدر ساکته و هیچ حرفی نمیزنه، هیچ چالشی نمیگیره. متشکرم. نه من تقریبا با حرف شما تا یه حدی موافقم،
متاسفم به من گفتگو نرسید این دست، که حداقل میرفتم با یکی حرف میزدم، یه ذره شاید یه حرکتی میکردم. یه خانم مهرابی، من اگه اسلحه داشتم میزدمت، حتی اگر به غلط. اینجوری صحبت نکن. حتی اگر به غلط میزدمت، چه اتفاقی افتاد؟ شما رفتین توی گفتگو، بعد اومدین چشامونو بستیم، زرت رایهات اومد شناسایی کرد و تمام. این خیلی سوال بزرگیه تو این بازی. من اگر اسلحه داشتم قطع به یقین میزدمت. خواهش میکنم آقا، شاید اصلا داریم اشتباه میکنیم، اب نداره، یه نفر از دست دادیم، رای رای گیری کنید، یا اینکه آقا یه نفر منو ببره اون تو، یه دونه اسلحه به من بده، من اینو بزنم. من دارم واقعا کلافه میشم. یا اشتباه بازی کردی، یا اینکه بابا خیلی خفنی. دمت گرم. جمله آخر، جمله آخر، اگه اسلحه داشتم به خدا 7 تا تیر بود. قسم نداره آقا، باور کن اگر اسلحه داشتم به جون این 7 تا تیر بهت میزدم. خیلی متشکرم که راهی بفهمید. بفهم آقای سبایی، چالنجرشون خانم دهقانی، بفهم. آقا شکفتی دیگه، ایشونو با رأی بدین بیرون. شما با ایشون رفتین تو گفتگو دیگه، با آقای عزیزی. قطعا اون مهره مهمی که قرار بوده به ما کمک کنه رفته بیرون. ایشون رو با رأی بدین بیرون، بعدی هم بهتون میگم. آقای جمشیدی منو بردن به گفتگو، بعد ما با هم صحبت کردیم. ایشون نمیدونم، شاید بتونه دروغ بگه، ولی بر من الان 100 بازی سفیده و میگم امکانم داره دروغ بگه، من اینو نمیدونم، ولی 100 بازی سفیده ایشون. بعد خوشحالم من اینکه پا نشد اول بگه سیاه بازی مهدی سباییه، به خاطرم این حرفشو قبول میکنم. من الان آیه لقمانیان، من موندم شما چون اینقدر پرپر میزنی الان تو بازی، چون اینقدر شلوغ میکنی، میخوای همه چیو هم بزنی. اون رفته راین هارتیش کرده، اون رو دیده اینجوری کرده. اتفاقا من احساس میکنم تو خودت گشتاپویی و من به شما شلیک میکنم عزیزم. شلیک مهدی سبایی تایید میشه. این رقصه کنم برم افتاد تو صورت رو بزنم، بپنده تو قلبش میزنم. متشکرم. تایید میشه. اعلام وضعیت اضطراری. آقای لقمانیان شما ماسک نذارید. وضعیت بفرمایید برای دکتر پاسکال. دوستان عزیز، کاملا، یعنی من اگر این بازی رو سال 1945 تلویزیون باشه، مردم اون زمان ما رو ببینن، واقعا اگر من نجات یکی من نجات نده، مسخره است. واقعا خنده داره و شک ندارم که سیاهی مهدی جان، شک ندارم که سیاهی، چون دلیلات هم مشخص بود. سروش شما رو برده، ولی سروش از نظر من که سفیده. خب یارت بوده دیگه، خب چطور میتونی؟ اوکی، نه مثل سری قبل و نه البته فلان، اصلا این. و چرا من بالبال میزنم؟ بالبال درست دارم میزنم. اگه بالبالم بچه ها 1% اشتباه بود، منو دکتر نجات نده. همین. متشکرم. دکتر پاسکال رو انتخاب بکنید. آقای لقمانیان، به خاطر اینکه من تقریبا متوجه شدم توی اون گفتگوی خصوصی و آقای عزیزی کاملا نجات بودن و یک نجات خیلی مهم میدن، متوجه شدم. دکتر پاسکال بیا بالا. دکتر پاسکال تصمیم بگیر، محمد لقمانیان در بازی بماند یا از بازی بیرون برود.
متوجه شدم. اعلام وضعیت عادی. اعلام وضعیت عادی. شلیک مهدی سبایی به محمد لقمانیان، تلاش پزشکان و خروج آقای لقمانیان از بازی. تلخ‌ترین چایی کیک زندگی. بفرمایید هر سمتی که راحتید بشین. و تاکید میکنم چه مثل آقای ارواح سرگردان دور از جون اتاقا، آقای امین زندگانی. میگین 7 تا گلوله میزنین به جون آقای لقمانیان، هم سوگند یاد کردید و باعث شد ایشون بره بیرون. فکتتون چی بود؟ فکتتون چی بود؟ ایشون که سفید کردن آقای عزیزی رو، بیرون هم رفتن، الان هم استعلام میاد، ما میفهمیم که ایشون سفید بودن. حالا در اعلام نقش اینها بماند. من احساس میکنم یا شما یا خانم مهرابی دارید متضاد بازی میکنید، یعنی دارید از رو سر خودتون باز میکنید اون نقشی رو که هستید و دارید مخالفش رو باز میکنید تا ما رو منحرف بکنید. من از کرتیس بازی میخوام، چون شما زدی زیر نقش کرتیس. اولش گفتی من که ثابت میکنم، من که میدونم کی سفیده صده، کی سفیده صده. من فکر میکنم کرتیس خواهشن مثل هفته قبل منفعل نباشه و یه مقداری باعث آگاهی بیشتر ماها بشه. ممنون. با سپاس بسیار کوروش سلیمانی، چلنجرشون آقای جمشیدی. بفن خسته نباش. آقا من کی گفتم من ثابت میکنم؟ من اومدم. اصلا شما زد و نقیض داری حرف میزنی آقای زندگانی، قربونت برم. من اصلا همچی حرفی زدم؟ من گفتم ایشون آقای عزیزی رو بردن داخل، باهاشون صحبت کردن، چشامونو بستیم، آقای عزیزی یه دفعه ترکید. چرا ترکید؟ به خاطر اینکه راینهارت آقای عزیزی رو تشخیص داد که آقا این نمیدونم نقشش فلانه. خب پس آقا اگر این باشه من اصلا همچین حرفی نذارم. آقای زندگانی خودت سیاه نکن، از الان من بگم خودت سیاه نکن. آقا شما اصلا بذار یه چیزی بپرسیم، شما که اصلا طرفدار خانم مهرابی این، هیچ من از شما سوال نمیپرسم. از نظر شما ایشون سیاهن؟ از نظر شما، از نظر شما خانم، و از نظر شما کلام آخر. من اگر تیر داشتم به جان اون 7 تیر بهت میزدم، 7 اگر تفنگ داشتم. متشکرم. تشخیص راینهارت، اینکه خداداد عزیزی رو تشخیص داد، یه اتفاق خیلی عجیب بود به نظر من. یعنی با اون درصدایی هم که تو اول بازی گفتی، با 10% واقعا یا یه آدم نابغه است یا این نمیدونم، من فکر میکنم نابغه است. خب ولی قطعا با توجه به دعوای شما دوتا، یعنی قبل از رفتن خداداد عزیزی و شما، من حقیقتش روی شما سوء ظن پیدا کردم عباس جان. نکته بعدی راجع به خانم قلی‌خانی، یه مقدار کوتاه صحبت کردید، یعنی یه جوری انگاری که هنوز هیچ تصمیمی نگرفتید، یه ذره میخواید بره جلو. یه مقدار این باعث میشه یه مقدار روی در واقع شما هم سوء ظن داشته باشم. خانم دهخانی شما چرا به محمد لقمانیان شلیک نکردی؟ شما به قاطعیت گفتی که دور به من برسه حتما میزنمت. الان دارید کتمان میکنید، ضبط شده، دوربینا گرفتن، یعنی به شدت اینو گفتید. یعنی فکر میکنم حالا دیگه این چیز نیاز به توضیح نداره چون پخش خواهد شد. در مورد باقی دوستان، فعلا از نظر من خانم آشا مهرابی میتونه جبهه نجات باشه با توجه به اتفاقاتی افتاده. نه قطعیت دارم درش، نه هیچ چیز دیگه. در ادامه متاسفانه فرصت گفتگو رو هم از دست دادم که بتونم اونایی که بیشتر فکر میکنم جبهه نجات هستن رو تشخیص بدم. از نظر من آشا مهرابی، سروش جمشیدی، مهدی سبایی و امین زندگانی به نظر من فعلا میتونن جبهه نجات تر باشن. سپاسگزارم. بفرم. خانم مهرابی شما میگین که امکان نداره که راینهارت ایشون، شما ایشون رو سفید میکنی؟ خب قطعا سفیده، وقتی راینهارت بیرونش کرده قطعا سفیده. این چه سوتیه شما داری میدی؟ سوتیه.
شما ایشونو سفید استناد میکنی به گفتگو، اصلا ربطی نداره به گفتگو. این دلیل نمیشه که من شما رو سیاه کنم و بگم که گشتاپو اینو، نه، ولی میگم وقتی که استناد میکنیم به گفتگوتون، قطعا وقتی ایشون راینهارت شده سفید بوده که راینهارتی شده. شما میگین راینهارت خیلی نابغه بوده دیگه، تشخیصتون اینه. خب معمولا یه ذره آقای سلیمانی آدم میتونه به خودشم بگه نابغه است، تشخیص دادم که همون تو دوره اول خیلی بعید فلانه، امکان داره. وگرنه من نمیگم، من اصلا نمیگم. حالا یهو یه تشخیصی شانسی داده دیگه، دو تا تشخیص هم داره، ممکنم اشتباه کرده باشه. کلام این که دلیل نمیشه که، ولی این که شما، من صد نمیخوام بگم شما، ولی این مدل حرف زدنه شما رو برای من سیاه. متشکرم، بفرمایید. یه موردم میتونم بگم آخه، من درباره گفتگوم، این مهمه. باید دیگه میگفتی آقا شما یک آره من مفصلی کردی. الان نمیتونم بگم. هیبت آدولف هیتلر هم داری تو حدود 45. من چالش میگیرم. بله لطف میفرمایید اگر چالش بگیرید خانم مهرابی. چرا من اینقدر از نظر تو فکر کردی؟ یعنی واقعا دیگه اگر نابغه‌ای بوده که اونجوری تشخیص داده، انقدر دیگه کودن نیست که بیاد با این شدت و حدت بیاد بگه عجب کاری کرده فلان کرده، که یعنی خودش بوده. قطعا داری اشتباه میکنی، قطعا میخوام بگم اشتباه شده. متشکرم. من های صحبت هستم، من آخر شما آخرین نفر صحبت هم. آقای جمشیدی من از آخر شروع میکنم. من به این اشاره کردم که ایشون نقش بسیار مهمی داشت و ناراحت شدم از اینکه کسی که نقش به این مهمی داشته در گروه پارتیزان ها، یک راینهارتی که ایشالله خیلی باهوش باشه، به این سریع تونسته در واقع بشناستش. در مورد شما هم که همطور که دست قبل اصلا همین بدون هیچ دلیلی آقای جمشیدی فر، لطفاً بی خود و بی جهل، اگر یعنی واقعا دارم اینجوری میگم، بی خود و بی جهل، اگر دارین یه بازی را میندازین و میخواین خودتون نکنین این کارا رو. آقای لقمانیان از نظر من کاملا نجات بود، از نظر من شما هم گروه نجات هستین. من از نظر من شما اصلا شلیکتون به آقای لقمانیان 100% شما رو برای من سیاه میکنه. یعنی الان من سیاه هم برای من به خاطر این فکتی که دارم، چون به نظر من ایشون کاملا نجات بود، شما هستی. متشکرم. انتهای صحبت. و با توجه به اینکه شلیک داشتیم، میدونید که به رأی گیری نمیریم، بنابراین سر صحبت باید بریم برسیم به آقای سبایی. منتها قبلش استلام نمیخواین؟ چالش استلام بفرمایید. استلام داریم، دو کشته داریم که یکیشون از دسته نجات و آن دیگر از دسته نجات هست. این از این. اما تعداد اسلحه در دستان گرداننده یک عدد. حالا آقای سبایی. بله بفهمید. حالا حاک دلت هم یاد ده بگو رفتم. اگر برای مهم پارتیزانی میتونیم گفت بگو من هم خود گفته برفت بگو تو. خواهش میکنم بفهم. من آقای زندگانی رو بردم تو گفتگو، ایشی من به من راستش رو بگیشون سیاه صده. بزنین ایشون رو، کسلر رو بذاریم بعدم بدیم بیرون، نفر دوم هم بذار پیدا کنیم. همین، ایشون رو بزنه. خیلی ممنون. متشکرم. خانم دهخانی عزیز، من بازی شما رو خیلی قبول دارم، خیلی هم بازی کردم. خب من رو استناد حرف شما دادم اونو، به این دلیل که من شما رو کاملا سفید بازی میدونم. گفتی که طرف من نیا و من بازی تو میشناسم، نمیدونم، شاید هم اشتباه کردم، میگم من پشت دستت بازی کردم و نباید این کارو میکردم، ولی من تو با تو خیلی بازی کردم، با شما خیلی بازی کردم. احساس این بودش وقتی چک و پر میزنی و یکی میگه آه طرف من نیا کنم، تو قطعا نجات بازی میکنی این مدلی. حالا من نمیدونم، ولی این چیزی که استنباط بنده است،
به خاطر همین بعد منو به اشتباه انداختین و سپاسگزارم. بفرمایید. حالش خواسته بودم. فقط در جواب شما آقای سلیمانی که فرمودین که چرا صحبت نکردی، چون خیلی برام گفتگو مهم بود و نرسید به من دیگه، یعنی باید این دور صحبت میکردم. من خانم مهرابی رو بردم تو گفتگو، ایشون گروه نجات هستن، چون نمیتونه به من دروغ بگه، چون من از ایشون پرسیدم که شما در واقع چه سایدی دارین، بنابراین ازش دنده عقب بگیرید. اینو دارم میگم که بدونید. حیف که ما دو تا از گروه نجاتمون از دست دادیم. حالا نوبت خودم. خیلی جالبه بعد از این همه مدت تمرین و بازی نه من دست بسلحه نمیشم و این خدا نکرده فکر نکنید میخوام شدید کنم. بعد از این همه مدت بازی، خانم قلی‌خانی، خانم دهقانی، کسی که خوانده میشود به اتاق گفتگو میتواند اگر کسلر باشد یا خلبان دروغ بگوید، درسته؟ الان خانم دهقانی میگه منو بردن، از من پرسیدن، ساید من سیاه. خب بر چه استنادی میگین؟ چرا از مکالمه حرف نمیزنین؟ چرا از من میتونم به شما دروغ بگم؟ من میتونم یا خلبان باشم یا کسلر. پس داری یه کاری میکنی، یا میخوای بگی مثلا با این گفتگو اجازه بدید عزیز لایک و دیسلایک دارین خانم؟ فقط چون الان دارین بال میزنین میخوایم بگیم پس خلبان شمایین، مثلا کاور دارین میکنین خلبان، کسلر نیستین، یا من کسلرم کاملا موافقم، یا اگر کسلرم که با شلیک نمیرم بیرون، با رأی گیری منو بدید بیرون. اگرم خلبانم بهم شلیک کنید خوشحال میشم. اما خانم قلی‌خانی، خانم مهرابی میتونن به شما دروغ بگن، چه خلبان باشن چه کسر، همین اتفاق این برام میتونه بیفته. حواس نه نمیگم، من تعیین نمی کنم، همین گفتگو رو راجع به خانم دهقانی و خودم عرض کردم، راجع به گفتگو شما و ایشون هم عرض میکنم. کلام آخر این که استناداتمون بر پایه اعتماد باشد، ولی اگر کسی بخواد دروغ وارد بازی بکنه حواستون باشه دو تا سفید بیرونه. متشکرم. من واقعا متاسفم از اتفاقی که افتاده در مورد خداداد عزیز و محمد لقمانیان. بد بازی کردیم. اگه واقعا به تشخیصی رسیدیم و اسلحه دارین، این بار دیگه به شکل درستش خرجش بکنین، چون به نظر میرسه که آگاهانه آقای سبایی متاسف. اگه خانم دهقانی شما نجات هستین، اونجوری که شما گفتی من لقمانیان رو میزنم، من هم باور کنید اگه میشد میومدم میزدم، اصلا میرفتم کتکش میزدم. متاسفانه ایشون از موجی که شما ایجاد کردین استفاده کرد و خودشو با این کار میخواد بگه سفیده که نیست. کلام آخر. که نیست. متاسفم واقعا از این بابت. من از شما ستا عقب نشینی میکنم و با شما بازی خواهم کرد. متشکرم. کسی چالش میخواد؟ تو من چالش ندادی نه؟ یه دفعه؟ ولی من خیلی بزرگوارتر از این حرفم. چالش بهت میدم. بفرم. ممنون از بزرگواریت. سروش قربونت، من هنوز رو شما شک دارم. آقای زندگانی، شما در رابطه با صحبت‌های ایشون برگشتین دو تا سوتی دادین، گفتین ایشون منو برداشته برده، ایشون میتونه به من دروغ بگه، من نمیتونم بهش دروغ بگم، یه سری از این مسائلی که گفتین. خواهشم به من اعتماد کنید، با رأی گیری ایشونو بندازین بیرون و بعد ایشونو بزنید، یه هفتیر به من بزنید، من ایشونو بزنم. خواهش میکنم ازتون، شما باید برید بیرون. شما خیلی 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 گشتاپوی مهمی هستید. متاسفم دو تا نجاتمون رفته و شما خیلی مهمی. بفرمایید آقای جمشیدی. عباس کاش دلیل واضح‌تری می آوردی. ما الان دو تا سفید از دست دادیم، دو تا نجات از دست دادیم، دلیل محکمتر این که اینجوری من هفت تا گلوله داشته باشم به ایشون میزنم و ایشون این که نمیشه عباس. خب ما الان داریم همینجوریش نابود میشیم. بعدش هم یه موردی، من الان دلیلی که شما شلیک کردید فقط رو حساب حرف خانم دهقانی؟ خب ببین، من رفتم با ایشون تو گفتگو، الان ایشون گفتن 10% ممکنه من بهش دروغ گفته باشم، کسل باشم. من که اصلا کلا ممکنه به شما دروغ گفته باشم، چون من شما رو دعوت کردم به گفتگو. شما که نمیفهمی، شما باید راستش رو به من بگی که اگه کستل باشی دروغ گفتی و الان یه نجات رو زدی. من از کجا باید بدونم که شما واقعا به من راست گفتی یا دروغ گفتی؟
این دلیل اصلا رو حساب حرف یه آدم دیگه که نمیشه که زلی کرد. اینو خواهشن اگر چیز توضیح بده، وگرنه من اون گفتگو هم داره برام سوال پیش میاد. متشکرم. من توضیحمو دادم سروش جان. ببین من توضیحمو دادم، من چون بازی ایشون رو میگم یه جوری بهم کردم بلدم. خب انقدر به ایشون محکم صحبت کرد، چون که میدونی من که حالا ممکنه من به شما دروغ گفته باشم، نقشم مهمه دیگه. پس بزنید منو دیگه، بزنید منو، بزنید آقا منو، بزنید من بازی برم بیرون، معلوم میشه دیگه که من اشتباه کردم، تحت تاثیر ایشون قرار گرفتم و دارم الان میگم اشتباه کردم، ولی تاوان اشتباه میدم. منو بزنید من بازی برم بیرون. متشکرم. تمام. فرمایید. اصلا آقای صبوری، من مخصوصا به شما چالش دادم که صحبت کنیم، واقعا دوست دارم حرفتون رو بشنوم. آخه شما اینقدر، شما از شروعش گفتین که آقای عزیزی چرا شما مثل هفته پیش خان مهرابی رو بردین تو گفتگو؟ لاغیم اصلا منو نبرده بود تو گفتگو، خانم قلی خانی رو برده بود هفته پیش تو گفتگو. یعنی شما اصلا از اون ابتدا انقدر هولین که اصلا هفته پیش رو دارین به اشتباه میگین. بعد این چه دلیلیه که شما دارین میارین؟ محیا از نظر من پارتیزانه. حالا یه حسی کرده با هر دلیلی، چه دلیلی داره که شما بیاین روی حرفی که زده بیاین سوار بشین و شلیک کنین؟ ما الان اگر من اشتباه میکنم به من بگین. ما الان 4 تا باید احتمالاً یا 3 تا 4 تا الان ما از در واقع نجاتمون مونده. 4 تا اگر که مشتری هم در واقع مسلح شده باشه، 4 تا گشتاپو داریم تو بازی، 4 تا نجات داریم تو بازی. اگر اشتباه میکنم به من بگین. شما هم که اصلا هیچ فکتی نداریم. ببین یه کاری نکنین که آدم علکی بندازین روی مثلا چیزی که آدم بهتون شلیک کنه، نکنین این کارا رو. خانم مهرابی، قبل از اینکه حرف بزنم، شما با آقای عزیزی رفتید تو گفتگو، اصلا جابجا شد یا نه؟ لایک دیسلایک؟ لایک و دیسلایک خانم، من اصلا میتونم جواب ندم. بله مهمه، چون میخوام بگم اگر بین آقای جمشیدی و آقای صبایی جابجا شده، یه سایت در میاد. خیلی خب، ایشون گشتاپو بی تاثیر بذارید بمونه. آقا من با آقای زندگانی رفتم، ایشون اگر کسلر باشه نمیاد بگه من گشتاپو هم، که میاد میگه من سفیدم، من نجاتم. ایشون نه کسلر هیچی، داره کسلر رو زیر بغل اینجا این وسط قایم میکنه که ما حواسمون واقعی جمشیدی نباشه. آقا شما سفیدی، خانم شما سفیدی، شما هم سفیدی. من به آقای زندگانی شلیک میکنم. دکتر به هیچ عنوان حق نداره که ایشون نجات بده. اگر سایت در میاد، اگر ایشون گشتاپو نبودن، منو بندازید از این کافه، اصلا اوتم کنید. خیلی معذرت میخوام. تایید میشه خانم، داری شلیک میکنی دیگه، معذرت خواهی میشه. فرمت تایید میشه که خانم دهقانی به آقای امین زندگانی وضعیت اضطراری. آقای زندگانی لطفا وصیت بفرمایید برای دکتر پاسکال. رو آقای جمشیدی فر فوکوستون باشه. آقای جمشیدی فر بنده سوتی ندادم، من دقیقا برعکس فرمایش شما عرض کردم، گفتم که من میتوانستم کسلر باشم و خلبان و دروغ بگویم. خانم دهقانی داره جوری بازی میکنه توی اون اتاق که من احساس بکنم که ایشون هم داره دروغ میگه، چون میتونه خوانده است. در نتیجه خانم دهقانی، من نمیتونم به شما اعتماد بکنم اگر هر کدوم از این دوتا باشم بخوام راستش رو به شما بگم. پس برایندتون اشتباه بود. من از دکتر خواهش میکنم، خواهش که نه، دکتر وظیفه پزشکیشه دیگه، خواست نجات بده، نخواست من میرم بیرون، ترن بعد مشخص میشه چه کردید دیگه. موفق باشید، آرزوی پیروزی برای سایت سفید. جناب زندگانی، شما دکتر پاسکال رو لطفاً حدس بزنید. متوجه شدم. دکتر پاسکال بیا بالا.
دکتر پاسکال آیا تصمیم میگیری که امیر زندگانی در بازی بماند یا از بازی برود؟ متوجه شدم. اعلام وضعیت عادی شلیک خانم دهقانی به امین زندگانی. من براتون میارم. نه میبرم. استاد. نه آقا. خواهش. من از بچگی آرزو داشتم. تشریف بفرمایید آقای زندگانی. میرم پیش آقای خدادا. مرسی دکتر. مرسی. خانم قلی‌خانی. خب استعلام که نمیتونیم داشته باشیم. خیر. نفر چهارم اونم وقتی که رسید به انتهای صحبت. اما من الان با صحبتهایی که شنیدم از آقای سلیمانی و آقای جمشیدی عزیز یه مقداری برای من قضیه مشکوک شد. ما الان تو ترم، یعنی شلیک یه دونه داشتیم تو این ترم یا دو تا داشتیم؟ تو این ترم فعلا فقط همین یه شلیک اتفاق افتاد. پس اجازه بدین منم یه شلیک بکنم. خب سینم شلیک من ده ایشون. شلیک به خانم محیا دهقانی تایید میشه. اعلام وضعیت اضطراری. خانم دهقانی وصیت بفرمایید برای دکتر پاسکال. دکتر دیگه گشتاپو درجه یک و اعلا بغل ما نشسته دیگه. دیگه واقعا اگر نجات ندید اصلا ضد پارتیزانی، ضد نجاتی. ممنون میشم. پس باید نجات بدی، چاره ای نداری. با سپاس بسیار خانم دهقانی، دکتر پاسکال رو لطفا انتخاب کنید. محیا از نظر من پارتیزانه. حالا یه حسی کرده با هر دلیلی، چه دلیلی داره که شما بیاین روی حرفی که زده بیاین سوار بشین و شلیک کنین؟ متشکرم. دکتر پاسکال بیا بالا. دکتر پاسکال تصمیم بگیرد که خانم دهقانی در بازی بماند یا برود. آقا من با آقای زندگانی رفتم، ایشون اگر کسلر باشه نمیاد بگه من گشتاخوام، که میاد میگه من سفیدم، من نجاتم. متشکرم دکتر. سپاسگزارم. اعلام وضعیت عادی. شلیک خانم قلی‌خانی به سرکار خانم محیا دهقانی. تلاش های مجدانه کادر درمان و باقی ماندن خانم دهقانی در بازی. انتهای صحبت آقای جمشیدی بفرمایید. نه به چالش نمیدم، خیلی بهت مشکوکم. من میخوام صحبت خصوصی داشته باشم با سلیمانی. بله تایید میشه. بفرمایید. اولین گفتگوی این دور بود و عرض میکنم خدمتتون که آقای سلیمانی اگر در این بازی خلبان یا کسلر باشن حق دارن که دروغ بگن. نجاتی بود. مشتری خلاف
من پشته این Vous avez dit du thé, monsieur? Vous avez dit du thé? 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 Oui? Thé? Achem, écoute. Parmi les Amali. Qu'est-ce que tu as? پایان گفتگو در اتاق 0900 آقای سبایی سر صحبت من 1-2-3 سر صحبت خانم آشا مهرابی انتهای صحبت آقای سروش جمشیدی دوره چهارم بازی بفرمایید ببخشید امکانی که الان بگین که چند تا اسلحه داریم نیست چون که خیر من آخرین استعلامو خدمتتون همیشه میگم اونم کشته ها زوج زوج که اتفاق بیفته عرض میکنم درست خب تو منو بردی به گفتگو من باید به تو راست میگفتم تو میتونستی به من هر چیزی که دلت میخواد بگی محیا از نظر من 100% پارتیزانه شلی که تو به محیا دو حالت داره یا اینکه تو گشتاپوی یا اینکه یه اشتباه فاحش کردی لطفاً صحبت کن من بعد چالش میگیرم در مورد تو خیلی خب دوستان یه ذره نقشه فکر می‌کنم داره شو میشه آقای عزیزی که کرتیس بودن احتمالاً آقای زندگانی راینهارت بودن ایشون یه گشتاپوی ساده هستن یک اتفاقی افتاد کسلر الان مشتری گیرو بود رفت احتمالاً اسلحه داد من اینجا از شما فعلا دنده عقب میگیرم حالا شما اومدی بر اساس دفاع من این کارو کردی اشتباه نداره اشکال نداره صبورم گیرم اشکال نداره فعلا دنده عقب از شما میگیرم اگر سفیدین بغل دستیتون رو بزنید خب منم بله شما چالش کسی میخواد کسی نمیخواد خب من به دلیل این که شما یه فکتی آوردی برای آقای زندگانی و آقای زندگانی رو به شلیک کردی و من اون فکت برای من قابل درک نبود من واقعا فکر کردم شما جزو گشتاپو هستی که زدم و یا نمیزدم حالا الانم که اسلحه و چیزی ندارم که دیگه بخوام حرکت خاصی انجام بدم ولی واقعیت اینه حالا من اشتباه کردم یا هرچی چون استعلامش نیومده نمیدونم ولی اگر که شما گروه نجات هستی من رو به اشتباه انداختی به خاطر اینکه من فکر میکردم که آقای زندگانی جز گروه نجاته و شما این حرف رو زدی به هر حال شما میتونی وقتی میری تو گفتگو میای دروغ وارد بازی بکنی شما میتونی بگی آقای زندگانی گفت به من سیاهم ولی از کجا معلوم که توی اون گفتگو آیا واقعا سیاه بوده یا نبوده اینو هیچ کی نمیدونه بنابراین راجع به این که خانم مهرابی شما به من میگی دروغ مثلا اونجا دروغ شاید گفته باشم من همچین چیزی اصلا یعنی اصلا لزومی نداشت این کارو بکنم من رفتم و از شما پرسیدم و شما گفتی من گروه نجاتم خب منم که گروه نجات بودم گفتم خوبه ما دوتا همدیگر رو پیدا کردیم و میتونیم الان راحت تر بقیه رو پیدا بکنیم تنها صحبتی که شد این شد الان دوباره راجبه حالا اینجا رو کاری ندارم راجبه دوستانی که باقی موندن هم به آقای سبایی و هم به آقای جمشیدی عزیز شک دارم به دلیل اینکه کلام آخر شک دارم آقا خواهش میکنم من که دیگه حرف نمیزنم اگرم منم زدن این اتفاق رو رقم بزنید شما سفید بنده سفید ایشونو تیر داره بزنید کسلر رو با رأی بدیم بیرون متشکرم خب خیلی بازی سخت شده خیلی زیاد خانم قلی‌خانی شما یک شلی کردین و ایشون یکی از شکای بزرگ من بود
وقتی که تیر خوردن و حتی موقعی هم که نجات پیدا کردن گفتم قطع به یقین کسلرن که نجات پیدا کردن، چون که بعید میدونم دکتر رو حد زده باشن، اما فکر میکنم که دکتر ایشون رو نجات دادن، حد هم حتی نزدن. پس ایشون سفیدن در نظر من، شما خودتون رو سیاه کردین. ما الان قطع به یقین شما یکی از گشت و پایی خیلی خفنمون هستین. امیدوارم که بچه ها بزننتون. من اصلاً این ندارم حرف نزن تو. شما به من دروغ گفتین توی صحبتاتون، شما دروغ گفتین، شما متاسفانه خود کسلرین. خواهش میکنم به من اعتماد کنید، خواهش میکنم رأی جمع کنید، ایشون رو بندازینش بیرون. خواهش ازتون میکنم. بفرمایید بابا. تو بس با کی؟ بفرمایید لطفا. بفرمایید خواهش میکنم. من قانع نشدم و در مورد شما اصلا معلوم نیست شما چی میگین. باش یعنی من نمیفهمم از اولیش که را هفته گلوله فلا این که اصلا نمیدونم واقعا، یعنی هنوز هم روز شکای من. ما راز این بازی الان برای من شما این ایشالا شما هرشین زودتر. منم نمیفهمم عباس چی میگی واقعا. میگی که صد با من روشون شک داشتم، الان صد برای من نجاتن. بعد میگی که چیز کن، بعد ایشون میگن که آقا من عقب گرفتم از فلانی فلانی، اینا سفیدای منن، با رأی ایشونو بدیم بیرون یا اگر تیر داری بزن بره بیرون. بعد شما پا میشی دوباره میگی که نمیدونم واقعا یه چیزایی میگی که نوار خالی پر میکنی میریزی به هم، من نمیدونم چیکار داری میکنی. و اگر که ایشون برات دیگه صد سیاه شده حرفشو گوش میکردی دیگه، آقا حرفشو گوش میکردی، آقا با رأی بدیم بیرون، با رأی بدیم بیرون. اول به نظر من با رأی ایشونو بدیم بیرون. باشه یه ذره بده بیرون این چیز من نشست با رأی بدیم. ولی جفته شما نظرم گزینه خوبی هم برای بیرون رفتن. اول ایشون بره بیرون، اول منو بده، بعد معلوم میشه سکوت انضباطی سه بار بعد معلوم میشه دیگه، خیلی راحت معلوم میشه. متشکرم. سپاسگزارم. بفرم. خانم دهخانی هنوز اون سوال برا من هست. برنامه تموم شد حداقل بگو. چون اشتباه بازی کردنه واقعا ما رو توی یه وضعیتی انداخت که هممون داریم اشتباه میکنیم به جایی. آقای عباس آقا نو کردم. همشهری چه حرفیه تو میزنی آخه؟ اصلا اینجوری نیست. یعنی تو الان با این صحبت دیگه اصلا کلن برا من مسجل شد که کیستی. خب با توجه به اینکه گره کار یه قسمتش هم اینجاست، من خانم دهخانی رو دعوت به گفتگو میکنم. تایید میشه گفتگو 0900 آقای کوروش سلیمانی، سرکار خانم دهخانی. خانم دهخانی اگر در این گفتگو کسلر یا خلبان باشن حق دارن دروغ بگوین. من در خدمتتونم. تایید میشه. خیلی ممنون. عباس جمشیدی دروغ گفت که من سفیدم قطعه نجاتم. خب من فرض رو بر صداقت شما میذارم. محاصره ای شدیم از طرف اون این شما دوتا که ما هم دعوا داریم برم تو یکی با من. خب من دکتر من شما رو سید دادم. چی؟ اشخانم سیگاره. سیگار بگو. سیگاره دو خانیت. به چند نفر شک کنی؟ بفهم کلام آخری نداری؟ نمیدونم بخنیت. پایان گفتگوی خصوصی 0900 کوروش سلیمانی، مهیا دهقانی. لطفاً از آنچه در اتاق اتفاق افتاده هیچ دیتایی وارد بازی نکنید. خواهش میکنم. آقای سروش جمشیدی بفهم. خب
من واقعیت اینه که یه ذره گیج شدم به خاطر اینکه خانم قلی خانی تا الان برای من سفید بودی. هنوزم نمیگم که شما گشتاپویی، ولی این شلیک تو نفهمیدم، چون به خاطر اینکه خانم دهقانی تا اینجا برای من نجات بازیه. خب من این شلیک رو نفهمیدم. توضیحاتی هم که دادی، خانم مهرابی هم دقیقا همینو گفتن، ما قانع نشدیم، یعنی من نتونستم خودم رو قانع کنم که چرا شلیک کردی رو حساب. الان چرا همه دارین رو حساب همدیگه شلیک میکنی؟ یه ذره هم رو حساب خودتون شلیک کنی خواهشم. بعد تو میای میگی که من موافقم با رأی گیری یکی رو بدیم بیرون تکلیفمون معلوم شه، ولی اینکه به اجماع برسیم رو یکی بعد یهو دوباره ماها رأی ندیم اون خود سیاها رو عباس باش، همه اجماع کنیم رو عباس جمشیدی، ببینیم که حداقل تکلیفمون معلوم میشه دیگه. سپاسگزارم. آره متشکرم. خودت که راضی دیگه بابا. ببم اچ الان وضعیت اضطراری. میدونید که راینهارت ابیلیتیشو انجام داده، بنابراین مستقیم میریم سراغ رای گیری. و نفر اول سر صحبت، سرکار خانم آشا مهرابی رای ها رو میشمرم. خانم محیا دهقانی، خانم شبنم قلی خانی، آقای عباس جمشیدی، آقای مهدی سبایی، آقای کوروش سلیمانی، آقای سروش جمشیدی، متشکرم. اعلام وضعیت عادی. اعلام وضعیت عادی و عرض میکنم که اعضای محترم کافه تصمیم گرفتن احدی از بازی خارج نشود. خانم مهرابی سر صحبت بودن، سر صحبت میشن آقای عباس جمشیدی، انتهای صحبت سرکار خانم شبنم قلی خانم. بفرمایید. من واقعا راضی بودم که رأی گیری کنید منو بندازید بیرون. واقعا منو بندازید بیرون. اگر فکر میکنید که چی؟ اگر فکر میکنید که من سیاهم، بنداز منو بیرون. سروش بنداز منو بیرون. رأی بده منو بنداز. اصلا اگه تفنگ داری بزن منو برم بیرون. الان اگر امکان داره خواهشن تمناهن رأی جمع کنیم آقای سلیمانی بندازیمش بیرون. من اسلحه ندارم، شک داشتم به شما، هنوز نمیدونم ایشون درست بازی کردن یا نه، هنوز نمیدونم ایشون اون شلیکی که زدن داستانش چی بوده، ولی خواهش میکنم رأی بگیریم ایشون رو بندازیم بیرون. چون اگر ایشون نره بیرون تمام نیروهای نجات باختن. اگر نمیخواین منو بندازید بیرون تا تکلیفتون مشخص بشه. آخر. منم بلندشم برم به زندگیم برسم. متشکرم. چالش؟ میخواییم؟ در برای گفتگوی قبلی میتونم صحبت. بله. درسته که ایشون منو بردم، من بعد صادقانه به ایشون میگفتم. من اعلام کردم سایدم و ایشون یه نقشی رو زد زیر بغلشون و اینها خیلی عجیب غریب بود. الان با هممون رأی دادیم با آقای شما رأی دادین خانم آشا؟ شما بچه من الان چهار تا سفیدم، شما رأی دادین؟ شما هم رأی دادین؟ شما هم رأی دادین؟ خیر خب ایشون، من پشت دست شما بازی میکنم، ایشونو بدین بیرون. ایشون یه دروغ بزرگی به من گفت، خیلی هم بزرگ. سلام. شما رو هم سیاه کرد، شما رو هم گفتن گشتاپویی. معلم خب طبق فرمایشات شما الان 4 تا سپید تو بازی بودیم، خب ما الان رأی دادیم، چرا نرفت بیرون؟ چون دام چه اتفاقی افتاد؟ حالا میخواین شانس، یعنی میگی که شما موافقی ایشون بره بیرون؟ شما موافقی بره بیرون؟
اینجوری نمیگم من به ایشون خب میگه نرا منم شلیک ندارم، اگه شلیک داشتم شلیک میکردم بهش، یعنی با شلیک کردمش بیرون. حالا فقط با لایک و دیسلایک به ایشون رای بدین بره بیرون، به ایشون رای بدین بره بیرون، شما نظرت چیه؟ خب بچه اتحاد نداریم ما هم دیگه. اگر ایشون آقا اکثریت من میگم خب بگه بره بیرون پاس گذارم بفرمایید. آقای سلیمانی خواهش میکنم. ببخشید من فقط میخوام یه یادآوری بکنم. ما الان از 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 نفر، 3 نفر بیرونن، 2 نفر نجات هن، 1 نفر گشتاپوه. یعنی چی؟ یعنی خوشبینانه ما الان 2 تا گشتاپو داریم، بدبینانه 3 تا گشتاپو داریم الان تو بازی. یعنی یه جوری نگیم که ایشونو بدیم بیرون یعنی تموم شد دیگه. ما هنوز با 3 نفر باید دیل کنیم. من نمیدونم چرا شما با آقای جمشیدی یه دفعه ای، بله آقای جمشیدی فر، یه دفعه ای احساستون این شدش که نه من نمیتونم قاطعانه اینو بگم، به خاطر اینکه آقای شما آقای سلیمانی رو بردی، شما میگی ایشون گشتاپوه. خب شما محیا رو بردی، شما میگی ایشون سفیده. کلام آخر. من شما الان نمیدونم هنوز برام. متشکرم، بفهمید. من دوتا گفتگویی که رفتم خیلی برام جالب بود، چون همچین اتفاقی تو تمرینات کلن برام نیفتاده بود. جایی تو منو دعوت کردی عباس جان به گفتگو و من باید به تو راست میگفتم چرا میگی پیچوند و اینا، اصلا دلیلی نداره من با شخصیتی که دارم دروغ بگم و بتونم دروغ بگم. یعنی اینو قاطعانه بالاخره دیده خواهد شد، یه جوری رفتار نکن بعدا مشکل ساز بشی. خانم شما چرا این حرف رو میزنی؟ یعنی چیزی که وجود داره اینه که این همسوی شما رو چیکار کنم؟ من با توجه به صحبتی که شما کردید میگم سفیدید، چون من از شما دعوت کردم. دو تا کسلر دروغگو که نداریم که. من جبهه نجات هستم. صحبت خانم مهرابی که خودشونم نجات هستن درسته، اثر دلسوزی و اثر اینه که اگر کم بشیم اتفاقی که نباید خواهد افتاد. سپاسگزارم. من هنوز درباره عباس 100% نیستم که سفید شده، چون به هر حال به آرای به اجماع رسیدیم که ایشون رو با رأی بدیم بیرون. ولی اینکه رأی نیاورد برام سواله، یعنی اینکه رأی نیاورد یه مقدار عجیبه. عجیبم نیست، به هر حال دلایل خودش رو داره. یا اینکه ماها توی روز به اجماع رسیدیم، بعد شب یه کار، یعنی وقتی چشامونو بستیم یه کار دیگه کردیم. و به قول شما تعداد گشتاپو 3 تا تو بازی و خب 3 تا هم رأی ندن، خب نمیرسه، نمیشه دیگه این. یا اینکه یک نقشی دارن که با رأی گیری بیرون نمیروند. دو تا حالت داره، غیر از اینم که نیست. و اینکه یه مقدار میگم من الان نمیخوام 100% بگم، چون واقعا مطمئن نیستم، چون همین جوریش ما داریم نابود میشیم، چون رفتن دوتا رفتن و الان خیلی کمی نمیدونم. کلام آخر. ولی نمیخوامم 100% بگم شما نجاتی. چشاد یه چیزی میگه، کلامت از همون راینهارت نابغه یه چیز دیگه میگه. خب حالا دیگه بالاخره گفتی دیگه. سپاس بسیار، بفرمایید. ببینید من فهم کنم ما داریم همینطوری هی خواهد. من یه صحبتی الان آقای سلیمانی کردم، منو به فکر واداشت راجع به این گنگی که الان یه دفعه‌ای به وجود اومد. من چون تا الان همواره فکر میکردم که خب شبنم تقریبا تکلیفش برای من معلومه، ولی راجع به محیا من فکر میکردم که جزو گروه نجاته حتماً. ولی الان من خیلی دارم احساس خطر میکنم، به خاطر اینکه میگم بدبینانه اینه که ما 3 تا گشتاپو داریم، 4 تا نجات داریم. کافیه که اونا یکی از ما رو بزنن و ببرن. درست میگم؟ من به محیا شلیک میکنم.
وای. تایید میشه شلیک سرکار خانم آشا مهرابی به محیا دهقانی اعلام وضعیت مشتری اعلام وضعیت قرمز دوباره اعلام وضعیت اضطراری لازم نیست دوبار. چون شلیک دوم به تبریک میگم. تشویقشون بفهمیشون بدون وضعیت جمال طرف میکنم. انتهای صحبت سرکار خانم شبنم قلی خانی هستن. در این دور بازی ایشون که صحبتشونو بکنن حرفاشون که تموم بشه استعلام دو نفری که از بازی ما بیرون هستن خدمتتون داده میشه. بفهم خب و میتونن نکست بدن ساب کنن استعلام بیاد. آره استعلام که حتما خب باید بیاد ولی ما دیگه الان میریم تو شب یا دیگه میریم داخل یک روز دیگه دوباره شلیک شد بنابراین به رای گیری نمیریم یعنی وضعیت اضطراری نداریم بعدی. پس من فکر میکنم که بهتر باشه که استعلامو متوجه بشه. عرض کردم ابتدای صحبت بله استعلام دو نفر از کشته‌های جدیدتون یکیشون میدونید که اون دوتا قبلی ها جفتشون از گروه نجات بودن از این دوتا یکیشون از گروه نجات است یعنی شدن سه تا و نفر بعدی گشتاپو است یعنی سه تا از گروه نجات بیرونه یک گشتاپو بیرونه اما نکته ای که میتونم اعلام کنم اینه که طبق محاسبات ما گروه نجات بازی هیچ شانسی برای برد ندارد محیا من فکر میکردم که جزء گروه نجاته حتما ولی الان من خیلی دارم احساس خطر میکنم شما میگین راینهارت خیلی نابغه بوده دیگه آدم میتونه به خودشم بگه نابغه است من واقعا فکر کردم شما جزی گشتاپا هستی که زدم وگه نه نمیزدم من رو استناد حرف شما دادم اونو به این دلیل که من شما رو کاملا سپید بازی میدم در بازی از گروه نجات فقط یه دکتر باقی مونده یه خلبان و این دو به هیچ وجه امکان مسلح کردن همدیگر رو ندارن تنها شانس برد گروه نجات اینه که گشتاپوها خلبان رو به اشتباه شلیک کنن منتها فقط گشتاپوها چون یه دونه اسلحه دارن و خلبان زره داره بنابراین گشتاپوها نمیتونن به اشتباه خلبان رو بیرون بدن پس گشتاپوها برنده بازی میشن بیا اینجا عباس خلبان تو گشتاپو بودی؟ من راینهارت بودم کار مشتری ساده خانم های گشت مادم با شما سرهی گفتم دارم چه جو از روش گرفت چرا ندادی بهش رای ندادی؟ چرا رای ندادی بود؟ چرا برای مهمتو حیف ولی حیف اصلا هم استفاده نکردم خیلی ناراحتم ازم نه من می‌خواستم بزنم بعدش هم که من کسلر بودم آره چون صد میپره میپره چی به من بگی من اصلا یارامو نمی‌شناسم با چیز راینهارت بودم بعد اومد بیرون راینهارت بس اون اش درسته گفت یا نه آره دیگه من داشتم بعضی آدما انقدر مهمن که انتخاب یه هدیه براشون خیلی کار سختیه ایرانسل یه پیشنهاد خوب برای این انتخاب داره که علاوه بر روند بودن و جذاب بودن خط کلی امتیاز دیگه هم دارن
از جمله یه بسته مکالمه رایگان 900 دقیقه‌ای ماهانه، یه بسته پیامکی 900 تایی رایگان ماهانه و تا 280 گیگابایت اینترنت. چی از این بهتر؟ برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر از جزئیات 0900 کافیه که به آدرس 900.ir مراجعه کنید یا شماره گیری کنید کد دستوری 3 تاره 900 مربع رو. خیلی ارادت دارم، 0900 خط نسل متمایز. به نظرم خیلی جذابه، خیلی سخته، یعنی برای بازیکنها خیلی سختتر از مافیاست به نظرم، ولی برای مخاطب به نظرم خیلی جذابه دیدنش، به خاطر همون گفتگوی خصوصی. در واقع مخاطب خیلی جلوتره از بازیکنها و به همین جهت فکر کنم براشون جذابتر باشه. خب اگر این دست شلیک بهتون برسه با اون اصلی که تو دستتون هست به چی شلیک؟ من نمیدونم که این چه سوالیه آخه. نه آخه من نمیدونم کیم اصلا، من هویت خودمو فعلا نمیدونم چیه، باید ببینیم چی پیش میاد دیگه. در مورد قسمت هفته نظرتون؟ خب من مشتری ساده بودم که به هم با هر بدبختی که شد اسلحه گرفتم، چون اساسا کسی من نمیبرد گفتگو، یا که کسی هم میبرد اسلحه نداشت که به من بده، و در مجموع دوست داشتم، راضی بودم. خیلی ممنون. خواهش. دوست دارید این نسل تو کدوم سایت باشیم؟ من سفید، من کلا دوست دارم سفید باشم، چون نمیدونم چرا گشتاپو رو دوست ندارم. بعد یه هفته پیش هم همینو گفتید و گشتاپو شد. آره آره گشتاپو شد. اشاره دیدم که تو تاریکی مطلق بازی کردم، من اصلا یارامو نمیشناسم، یارام منو نبردم بیرون بهم بگم، من تنها کسی رو که مطمئن بودم شبنم بود، چون مشتری من خودم مسلحش کرده بودم، اصلا نمیدونستم من یه چیزی بگم خانم، چون شما نمیدونستی تا لحظه آخر سفید وگرنه ممکن آقای زنده نه ممکن شما نمایت آره دقیقاً اومده از من حمایت کردی از امین زندگانی، مثال میگم آره. یه جایی یه سوتی میداری من ممکنه بس من تبر به بازیکنای میگن که ریشه خودشونو میزنن، خیلی تابلو بود، همه چی مشخص بود، حالا من نمیدونستم ولی محاسبات بالا پایین تابلو بود. رفت یه مشتری خرید آورد گشتاپو، من تو استراری همین خدا رو از این رانهار کرد داد بیرون. فقط یه سوال، وقتی شو شده کوروش سلیمانی دکتره، حالا اصلا به قیافش هم نمیخوره با این گیری مویید چرا برای این ترسی بزنی به خلبان یه وقت سایدت ببارید؟ اون که اصل اون که چیز داره؟ بزن تمام میشه یه بیسته ما رو چند کنید. آره من شیب داره واسه اون یه دونه تیم. من الان تنها ناراحتی مینه که از اصلا استفاده نکرد، خیلی اون لحظه شلیک رو دوست دارم. یه دقیقه گوش کن ببین من چه فکر کنم جالیه آدم کوروش سلیمانی هم عالی بود. ببین یه دقیقه آقای نوبیان آقای جان من تعریف کن بگو چرا؟ من چرا اون زدم؟ چون میخواستم به این شکلی کنه تو اون میخواست آقای ایشون قد به راینهارت بازی شکلی کنه، من گفتم که آقا من مشتری هم گرفتم، من میرم آفرین آقای نوبیان. یه بخش مهمی از بازی اسم جسارت، اسم فنیش توهین نیست خدای نکرده، بهش میگن روز وقاحت. یعنی شما از تو گفتگو اومدین بیرون، این به تو دروغ گفته، اون به اون راست گفته، فلان پا میشین تو چش هم نگاه میکنین و میگه تو دروغ بود.
من بهتی سباهی در نهایت احترام در مثل مناقشه نیست. وقاحت رو معنی کرد، یعنی مشتری که رفت از گشتاپو اسلحه گرفت تو چش نجات نگاه کرد، شاتش کرد، بعدش هم گفت ببخشید اشتباه کرد. این یعنی بازی گشت درسته گشتاپو. وقاحت گشتاپو بازی رو بردن چون مشتری ها رو گشتاپو ها خرید، کاری که اصلا تو دستای قبلی اتفاق نیفتاده بود. این برگ برنده بود. دوم خلبان ساید نجات هر بار رفت دو اتاق گفته بود خورد به در بسته و خورد به کسی که نمیتونست ازش هست. اگر اشتباه نکنم انتهای بازی هفته گذشته دقیقا به این اشاره کردید که گشتاپو ها از امکان گفتگوشون درست استفاده نمی کنم. بله. و فکر میکنم بچه ها خیلی برپ شما بشن. اصلا این مهمترین اتفاق بازی ببین ساید شما سه نفره دو تا گفتگو درست بکنید بشین پنج تا دیگه اصلا نه تو رای گیری حریفت میشن نه تو تعداد شلیک حریفت میشن. بازی رو بردی. فقط تنهاهاتی که میمونه اینه که اونا تو مثلا تک نفره بشه گروه نجاتش بتونه خلبان رو بزنه یا تو شلیکات اشتباهی خلبان رو دبل شات کنی بدی بیرون که دیگه خیلی بعیده تو این شرایط. به نظرم گروه نجات شانسی نداشت و راینهارت عمل کرده درست داشت، شلیکای گشتاپوها درست گفتگوهاش دقیق بود. دیگه چی میخواد؟ یه همچین گشتاپوی باید بازی رو ببره و گروه نجات و همچین گشتاپوی باید ببره. بابا چی میشه شما همش نقشمنفی ها بهت میرون؟ من نقشمنفی نبودم، من مشتری بودم. برای خریدی مشتری شدم. خب دیگه من اول بازی یه بازی کردم که خریدی شدیم بازی هفته قبل میذاره من اذیت کرد. من فکر میکنم کلن شما ساید منفی هم بیشتر بیست. من درست بازی کردن رو دوست دارم واقعا. خب ولی من چون هفته قبل بعد بازی کردم با مارکستر دوستشم بیام تو دوه به قول معروف حالا سیاه ها یا گشتاپو ها و جبران کنم. بعد نقش ورده شدم مشتری هم حالا کی من چه اتباقی می افتد پشتن گفتم همه گشتاپو هم بجز خودم که منو ببرم تو و من برم اونجا اصله بگم دو بازی با بازی رو تا اونجا که میتونم بشتاری کردی. سه بازی هفته گذشته بازخورده چطور بود از هفته گذشته؟ بودن هر کی درست بازی کنه تو. ولی هفته قبل یه ذره مورد شماتت قرار گرفتم هنده. ولی خیلی هم حق دادن که چون سه تا بودن انتخاب کردنش واقعا سخت، ولی من باید میکنم میکنم من امادم رای دوم رو انتخاب کنم. گفتم شاید روزنه ای شود که من بتونم رای ایشون رو برگردم. من اشتباه بود، من باید میزنم. ولی اگه میزدم هم هفته پیشم خدمت رو هست کرد میزدم هم اشتباه میزدم. تو من خلبان رو میگیری سمت گشتاپو. چرا انقدر این؟ من نمیدونم چرا میفتم گشتاپو. من به تو گفتم آقای همشهری منه. آقا بگو چرا بگو چرا هفته قبل تو منو اونجوری گفتم من این هفته لهت میکنم تو رو. آقای سلیمانی یه بخشای از بازی دیگه خیلی مظلوم شده بوده، اصلا به شکل عجیبی خودزنی کردن. من بهشون واقعیت و حقیقت رو گفته بودم. ما از اون ابتدا اون خانم دهخانی وقتی که با محمد اون حرکت رو انجام داد تو فیلم قطعا هست، گفت من اگه فنگ داشتم حتما تو رو میزنم. اینجا که رخ داد من به عنوان پزشک طبیعتا اون رو سیو میدم چون روی ایشون مثبت میدازم. بعد که رفت بیرون ولی دوتا سیو دیگم رو یکی که به امین زندگانی ندادم چون به یقین رسیده بودم خانم دهخانی رو هم نگه داشتم. من وظیفه که از دستم برمیومد انجام دادم تقریبا به بیشترشون. ولی متاسفانه به نظرم همین مقدار بدشانسی ها یعنی یه طوری اون دوتا مشتری رو خریدم. ما هم که بی اسلحه، عباس هم که میگم بابا من دکترم
میاد میگه که در آخرین لحظه بیارم. گفتم من چه میدونستم؟ اولین لحظه گفتم. نه اولین لحظه گفت که این شرایطی بود که اومده بود خودم دارم که نمیتونستم بده اعتماد کنم. چرا؟ آدم تیر خورده بود نجات پیدا کرد. آیه جمشید بر آخر بازی گفتین قلبم درد گرفت. چرا؟ به خدا قلبم درد گرفت از اشتباهاتی که از اول بازی شروع شد. آقای خداداد عزیزی خیلی آدم باوشیان اشتباه کرد. من برگشتم گفتم نابغه است اون راینهارت. بله. که بعد اون زرنگ که خودش راینهارت بود انداخت این بری که تو چطور از خودت راینهارتی. بعد خیلی اول یه کارهایی کرد که ما اصلا بهش شک نکنیم شلوارش بالا یه کارهایی میکرد که مثلا ما همون فکر کنیم چوپان یه بازیه دیگه. حالا لذت برده باشن تماشاگر ما راضی هست. خیلی ممنون. بیننده های خوب ارتش سری، مسابقه پیش بینی داریم. شما پیش بینی کنید که در بازی هفته آینده گروه نجات برنده میشه یا گشتاپو. برای شرکت تو این پیش بینی کافیه که شماره گیری کنید کد دستوری 3900 مربع رو یا به آدرس 900.ir مراجعه کنید. ضمناً به 3 نفر از کسایی که پیش بینیشون درست از آب در میاد 3 تا جایزه ویژه تعلق میگیره. میارزه قشنگ. 0900 خط نسل متمایز. اون طرفدار دیوونه ات که میتونی روش حساب کنی. من همونیم که تو شادیات که نه رفیق تو غمم. من تو رو نمیشکنم. خوشم میاد میدونی جونم و باد میدادم. بین تو و غرورم تو رو نجات میدادم. آهای تو که مثل من چشمای ابری داری. راز منو تو قلبت یکم نگه میداری. فدا شدن به خاطر تو که خود قلب منی. تو که به خاطر من از تموم دنیا میکنی. فدا شدن نیست که دیگه چشم بندی روی من. خوبی هنوز تو حافظم. برای حال خوب تو هر کاری برمیاد ازم. کاری برمیاد ازم به خاطرت. میکشی آخرم منو تو با دلت. خوشم میاد میدونی جونم و باد میدادم. بین تو و غرورم تو رو نجات میدادم. آهای تو که مثل من چشمای ابری دادم. راز منو تو قلبت یکم نگه.